حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: خوشحال هستم که شاهد هستیم اتحادیه اروپا و انگلستان برای تحریم کردن مقامات ارشد رژیم در ایران به ما می‌پیوندند. بیایید تا با یکدیگر فشار بیاوریم. ما نمی‌توانیم در تلاش‌های خود برای حسابرسی از کسانی که مسئول کشتار معترضان ایرانی و سرکوب مخالفان در اینترنت هستند تزلزل کنیم. خوان وارگاس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری 4 مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه را تحریم کرد. من قدردانی می‌کنم که وزارت خزانه داری طی سال گذشته سرعت تحریم‌های ایران را افزایش داده است. با این حال به نظر من سرعت لیست گذاری‌ها با توجه به دامنه تخلفات ایران ناکافی است. مایک والتز، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا: رژیم ایران نباید از پیامدهای دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی خلاصی یابد، به ویژه زمانی که یک نفتکش به مقصد ایالات متحده را توقیف می‌کند. دوگ لامبورن، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: سپاه پاسداران یک نفتکش بین‌المللی را که در حال ترانزیت قانونی در خلیج عمان به مقصد تگزاس بود توقیف کرد. این اقدام شنیع دیگری از سوی رژیم آیت الله هاست که معید نیت‌های بدخواهانه است. ما باید به ایستادگی در برابر این اقدامات سرکوبگرانه ادامه دهیم. جیم ریش، عضو ارشد کمیته خارجی سنا: استفاده دولت از اختیارات تنبیهی خود علیه کسانی که گروگان می‌گیرند بسیار به تأخیر افتاده است. FSB، سرویس امنیت فدرال روسیه و سپاه پاسداران در حال استفاده از دیپلماسی گروگانگیری برای اهداف نابکارانه هستند. آمریکا به کارگیری شهروندان آمریکایی به عنوان مهره سیاسی را محکوم می‌کند. کلودیا تنی، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: سپاه به دزدی دریایی در دریاهای آزاد ادامه می‌دهد و آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند. توقیف یک نفتکش توسط سپاه پاسداران غیر قابل قبول است. سپاه باید فوراً نفتکش را آزاد کند و متحدان ما باید با ما همراهی کنند تا سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کنیم.